بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم و بتونیم با هم گفت و شنودی دوستانه و صمیمانه داشته باشیم. اولا از صمیمیت شما اون روز تالا خیلی از دوستان از طریق تلفن و فیسبوک و ایمیل تشکر کردن. یه آقایی به نام منوچهر از بوستون پیامی فرستاده، چون 10 دقیقه هست من برای شما میفرستم، اگه خواستید بعدا در موردش صحبت کنید. ایشون هم از صداقت شما و حسن نیت شما تشکر کردن و دوستان دیگه هم گفتم حتی از خلیج فارس و کشورهای دیگه تماس گرفتن که امروز اگه شما اجازه بدید به یکی دوتا از اونها هم پاسخ خواهیم داد. ولی من خیلی خوشحالم، باز این سومین برنامه است که حضوراً با آقای حسن فیروزی هستیم. ایشون مهندس کشاورزی هستن و ولی میگن ما کاری نداریم که مهندس یا دکتره، چون سبزی فروش هم حق داره که صحبت کنه و باید ببینیم اون صحبتش و اون کلامی که میگه چی هست و پشت اون کلام چه منظوری داره. شنیدم با خود شما هم مستقیما تماس گرفتن راجب به اصطلاح این که شما باورمند هستید، به خدا ایمان دارید صحبت کردن، اگه خواستید در اون مورد هم صحبت کنید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. اول از هر چیز این چند روز به شما خوش گذشته؟ خیلی. به ما که خیلی خوش گذشت، چون شما هوای خوب رو آوردید اینجا. امیدوارم با خودتون هوای خوب رو نبرید، بذارید برای ما چند. خب بفرمایید، خیلی خوش آمدید. چشم. با عرض سلام خدمت بینندگان تلویزیون شما و تمام فارسی زبانانی که این برنامه را گوش میدن یا در آینده گوش خواهند داد، بنده اسمم حسن فیروزی، از اهالی محترم آذربایجان شرقی هستم. به خاطر اینکه پدر من از وقتی من 2 سالم بود بهایی شد و بعد مادر مسلمان من مرا تحویل ماد پدرم داد، اینی که من در یه خانواده چون بهایی بزرگ شدم، لاجرم بهایی شدم. من بعضی وقتا این مطلب را با دوستان بهایی که صحبت میکنم خیلی خوششون نمیاد. به خصوص یه دوستی دارم در سان دیگو و بهشون میگم که دکتر، بیام دکتر، اگر شما در یه خانواده یهودی به دنیا آمده بودید، به احتمال 99% ممیز 9 شما کلیمی بودید. در یه خانواده ارمنی، در یه خانواده زردشتی میشه. واقعیتش اینه که ما دین را تحقیق نمی کنیم، دین را به ارث میبریم. ارث‌ها بعضیاش ژنیه، بعضیاش تلقینی و طبیعیه. بنابراین بر من خورده نگیرید دوستای بهایی من که چرا این مطلب رو خیلی وقتا اذعان میکنم و میگم که در حال بهایی شدن هستم، چون من 77 سالمه. از 13-14 سالگی شروع به یاد گرفتن تعالیم بهاءالله و گرفتم، البته همزمان از مکتب اسلام و اسلامیت شیعه هم یه مقدار اطلاعاتی داشتم. بعد هم کتاب‌هایی در مورد خوندم و چون سرنوشت من بین پدر و مادر که بر اثر اختلاف بین بهایت از هم جدا شدن قرار گرفته بود، اینه که تمام عمرم رو در این رشته گذراندم، ولی هیچ ادعایی ندارم. من نماینده جامعه بهایی مطلقا نیستم، از طرف تشکیلات بهایی مطلقا نمایندگی ندارم. بهاییت رو فقط از دیدگاه خودم، و هزار بار احتمال داره مطلبی را که میگم یا به خاطر سن زیاد و یا اینکه روی سند کار نمی کنم اشتباه بگم، اما سوء نیتی ندارم. و از آقایی که گفته بود صداقت کمتری دارید، سعی میکنم که صداقت داشته باشم و بادی لنگویج من نشون میده که همیشه سعی میکنم آنچرا که باور دارم به زبان بیارم. بنابراین اگر اشتباهی کردم، اگر مطلبی را پس و پیش گفتم یا در یه مورد یه مطلبی را ناقص به اتمام رساندم، نه زرنگی دارم و نه اینکه ماهرانه مثلا به سوال شما جواب ندادم. دسیسه‌ای در کار نبوده چون اینجا شما هم میبینید تلویزیون باز، جناب سربی چیزی جلوشون نیست. من بعضی یادداشت‌ها دارم که در جلسات قبل سوالاتی کردم، فقط تیتر سوالشونه. مثلا اول
اول چیزی که جلوی من هست، یه نفر به من پرسیده که آقا اگر در CNN 15 ثانیه به شما وقت بدهند راجع به بهاءالله که برای چی اومده چه میگویید؟ من گشتم و گشتم، اینو از خود پیام بهاءالله گرفتم. بهاءالله میگه که اگر از من بپرسم برای چه قیام کرده ای؟ ببین آقا مطالب خیلی فرق بدونه. بهاءالله میگه که من قیام کردم تا دو دست که دارم، در یک دستم فرمان آزادی و در دست دیگرم آب زندگانی. خب 15 ثانیه هم کمتر شد، اینو میتونم بگم، ولی اگر وقت بیشتری بدم او وقت باید توضیح بدم که آزادی از نظر بهاءالله چی هست، آب زندگانی چی هست. بهاءالله آز میگه که آزادی به اصطلاح بدون قید و شرط شأن حیواناته. ما وقتی کلمه آزادی را بازگو میکنیم در قالب لا و اردره، ما که نمیتونیم آزاد باشیم. مثلا فرض کنید که ما پشت تلویزیون وقتی میشینیم یا مسئول تلویزیونی هستیم، باید کلماتی بگوییم که بر انرژی مثبت مردم بیفزاید. حتی مخالفت های خودمان را در قالب هایی بگوییم که زیبا باشه. مثلا شما کتاب حافظه میخونی، حافظ با این آخونده هیچ سر سازگاری نداشت، ولی هیچ وقت بهشون توهین نکرد. اما دستم به دامنه بنده خدا حافظ حالا اونجا خوابیده، اینو میگی میرن از قبل میارن میزنن چیزها رو خراب میکنن. ببین این بلی به گونه مخالفتشو با اونها عنوان کرده. چون نیک بنگری شیخ و محتسب و حافظ همه تزویر میکنند. یا سعدی تمام این مطالب حکایت هایی که ساخته و پرداخته، البته خیلی از اون حکایت ها را استاد سعدی خودش ساخته، در حلب اینجوری بود یه مقدار قصه ها 90% ساختگی ذهن گویندگانونه. یا مولوی این حکایت هایی که ساخته و صدای نی را که شنیده نیکم جو مطلبی نگفته. اینا مولانا جلال الدین بلخی که اصلش مال افغانستانه، بله، و ما جز اون وقت چون افغانستان جز متصرفات ایران بود و خود مولوی میگوید من نیمی از خاکم، نیمی از روحم، نیمی از جسمم، نیمی از جهان بالا، نیمی از جهان، و یه دردانه هستم. انتصاب مولوی به یک آب و خاک یک اشتباه، یک اصطلاح کملطفی به خود مولوی است. من یادم است اون وقتی در ترکیه دانشجو بودم، دولت ترکیه هر سال هفته مولانا میکرد و در تمام شهرها و رادیوها و تلویزیونهاشون راجع به مولوی صحبت میکردن. بزرگ ترک متفکره، فیلسوفه. بودن تو مولوی بزرگ. یک متفکره ترکه و انسان بزرگه با الان هم میگیرن جشنی که اونا برای مولوی میگیرن هر هفته مولوی در تمام دنیا که کار به یونسکو هم کشیده. ولی ما بعضی وقتها نمیدونم روی تظاهر به اینکه باورمند بهتری هستیم. مثلا من یادم میاد که سال گذشته در اورنج کانتی یه سمیناری بود، در این سمینار آقای آمد و هرچه میتوانست به مولوی تهمت زد. متاسفانه ناظم جلسه هم جلوش نگره، بعد از اونم خب خیلی مشکلات پیش آمد. بعد هم گفتن که بله از خود این آقا ما راضی نبودیم. ببینید مثلا اونجا گفتم که سمینار یکی از مسئولیت ها گردانندگان سمینار هم. اگر در سمیناری بنده عضوش هستم یا بنیاد فرهنگی مرگان سمینارهایی که داشت، اول از شما که میخواستیم پشت میکروفون برید میگفتیم ما خلاصه از نطقتو به ما بده، ما سانسور نمی کنیم. اگر شما قرار با راجب طلا صحبت بکنید، رفتید اونجا راجب الماس صحبت کردید، میگیم جناب سربی موضوع صحبت شما طلا بود نه الماس. این آقا به هر صورت یه مقدار زیادی که من واقعا افسرده شدم و آقای مسعود صدرم که اونجا تشریف داشتن، بعد رفتن رو برنامهشون گفتن که آقایون
اگر در دنیا 100 نفر فردوسی را بشناسه، میلیون ها نفر مولوی را میشناسند. من نمیگم مولوی هیچ انسان بی عیب و نقص بوده، راجع به زنها همان حقوق را قائل بوده، راجع به مرد نه خیر. مولوی یک آخونده معمولی ساده بوده که ناهنجاری های فکری زیادی داشته. حالا میگن دو تا اتفاق افتاده، یک عده معتقدن که شخصی به نام شمس تبریزی آمده و مولوی را آگاه کرده، در مولوی تأثیر کرده، مولوی تحت تأثیر آن بزرگ شده از نظر روحی و درک و اشراق، و الان هم وقتی که مرده حتی قبرش در گونیه هست. من چندین بار قبلا رفته بودم، الان محل قبرش عوض کردن، آوردن نزدیکی آرامگاه و اصطلاح رومی، و اونجا یه قبری براش درست کردن، آرامگاهی درست کردن. اما یک دم که معتقدن که اصلا شمس تبریزی وجود خارجی نداشته، شمس تبریزی تفکرات ثانوی و منطقی به انسانی مولانا بوده که از اون الهام میگرفته. فاش بگفتم این سخن شمس من و خدای من. شمس تبریزی در کار نبوده است. خب یک دم با این به شدت مخالفه. ببینیم ما نمیتونیم اینا رو حل بکنیم. و بنده عرض میکنم چه شمس تبریزی یا آخوندی از یک درویشی از تبریز آمده باشه، افکار مولوی را عوض کرده باشه، و یا اینکه خود مولانا تکامل روحی یافته و از عالم قشریت آخوندی به مرحله انسان دوستی، حیوان دوستی رسیده که از نی ترانه خدایی شنیده. فرق نه، مهم نتیجه است. اینه که مکتبی هست در دنیا بهش میگن پیام چیه. استاد سه دانشگاه، 4 تا دکترا داری، برای من حسن فیروزی مهم نیست پیامت چیه. اینه که با الله یکی از افرادی است که از اولین روزی که قیام کرده یک چیز تر پیام چیه. میگه آقا با الله پیغمبر خداست، از طرف خدا. با الله میگه آقا سر این موضوع با هم دعوا نکنید. اگر یه بهایی فکر میکنه که مرا خدا فرستاده، همونجور فکر کنه. یه بهایی فکر میکنه که من قیام کردم برای اصلاح عالم، اونجوری فکر کنه. ولی اگر سر این موضوع دعوا کردید، هر دوتاتون از حقیقت دور افتاده اید. ولی ما چون همیشه خودمون نمیخوام راجع به موضوع فکر بکنیم، میگیم اگر اینو فلان امام معصوم گفته باشه، حتی اگر من عقلمم نمیرسه، خب من که در شأن امام نیستم. همینجا بوده که این حدیثا شروع شده و آمده، چون طرف فکر میکرده اگه بگه من اینجوری میگم باور نمیکنن، اینو منتسب کرده به یه نفر بزرگتر که حالا نیست که بگه من گفتم یا نگفتم. شما از اونجا باز کاغذهای منو میبینید نه؟ نه. در رابطه با قیام شما گفتید که حضرت بهاءالله گفته که من قیام کردم، یک دستم آزادی و یک دستم آب زندگانی. بعد سوال من این بود که ایشون قیام کرده یا ایشون فرستاده خداست، برگزیده خداست، که شما الان گفتید حتی این را هم پاسخ داده، گفته اگه شما فکر میکنید من رو خدا فرستاده، اینجوری فکر کن، ولی حرفای من رو عمل کن. شما اگه فکر میکنید من خودم قیام کردم این کار. من و شما قبل از برنامه، اولا بذارید به دوستان بگم، بعضی از دوستان شکایت میکنن که وقتی شما صحبت میکنید من چرا میپرم وسط حرف شما. شما این به من اجازه رو دادید، گفتید که یک نواخت نشه، خسته کننده نشه حالت مباحثه. بعضی این دوستان شما رو دوست دارن، میگن که بذارید ایشون فقط صحبت کنه. درباره دین گوگل کردیم، سرچ کردیم، من خواهش کردم از شما 4200 تا دین داریم که اینا دینه، حالا مذاهب مختلفی که منشعب از این ادیان هستن اون جای خود داره و بماند. سوال من از شما اینه، آقای بهاءالله هیچ کدوم از این دینها رو به اصطلاح قبول نداشت، مورد پسندش قرار نگرفت، یا اگه فرستاده خدا هستن، خدا چرا بعد از این همه دین باز ایشون رو فرستاد؟ و اگر ایشون قیام کرده دلیلی هم دارن برای قیامشون،
که با این همه دین و مذهبی که وجود داشته چرا ایشون مطالعه نکرده بگه این دین اون چیزیه که من میخوام براش قیام کنم و بیشتر به این متصل بشم تا اینکه خودم کتاب بنویسم و خودم به اصطلاح یک دین جدیدی رو که با چه مشکلاتی مواجه شدن، چه دردسرها کشیدن، چه به قول معروف چیزای بزرگی رو تحمل کردن، نمیدونم تبعید و بعد این ماجرایی که هست داستانش، به نظر شما چرا، یا اگر ایشون چیزی گفته در این باره که چرا این همه ادیان قبل مورد پسند من نبوده، یه مقدار صحبت کنید. باز ایشون به من اجازه دادن که سوالای شما دوستان رو هم مطرح کنم، هر وقت که خودشون گفتن میپرسید. ببینید من اینو در اینجا قول شرافتمندانه میدم با تمام وجودم و امیدوارم دوستای بهایی من که نوع مطالعاتشون فرق میکنه، برداشته های من، ببینید الان قانون اساسی امریکا 250 سال پیش نوشته شده، همون نوشته ها را در هر دوره‌ای این 9 تا قاضی دیوان کشور امریکا میخوانند، برداشت های متفاوتی میکنند. برای همین قانون اساسی نوشته 250-300 سال پیش نیست، اون کلماتشه، اون قالب های جسمیشه. 5 تا از این دیوان عالی کشور امریکا برداشتشون قانون اساسی امروز است. یادتونه یه وقتی گفتن که سیاه و سفید مساوی اما سپریت، بعدن اومدن گفتن نه، چند سال بعد گفتن که نه این اشتباه بوده و عوض کرد. با حالا اومده یه چیزی گفته، هزاران بهایی ممکنه برداشت دیگری دارن. دوم این که بهاییان چون اغلبشون از به اصطلاح اسلام رد شده بهایی شدن، به خصوص از شیعه رد شده و بهایی شدن، تحت تأثیر فرهنگ اسلامی مطلب خیلی هاشون کلیمی بودن، یک عده کلیمی بودن، یک عده زردشتی بودن، یا الان که در خارج هستن الان بیشترین بهایی در دنیا در هندوستانه، بعدن در کشورهای دیگر. و اینم بگم الان در دنیا 7.5 میلیارد انسان زندگی میکنه، به خدا اگر 7 میلیون بهایی باشه چند تا هستن؟ همون حدود بین، بله، بین 7 تا 8 میلیون. یعنی ساده بگم از هر 1000 نفر ساکنان کره زمین 1 نفر بهایی تسجیل شده است. اما بازم این از خود بنده است، بنده معتقدم تعداد بهاییان تسجیل نشده 100 میلیون نفر. یه دفعه در یه تلویزیون مصاحبه میکردم، از اون آقا پرسیدم که آقا شما معتقدید که از آب آشامیدنی لازمتر برای ما صلح یا نه؟ گفت بله. تو شما بهایی هستید؟ آیا شما معتقدید که اقتصاد دنیا اینقدر بی نظم و نسق نباید باشه؟ هر انسانی که به این دنیا میاد این دنیا وطنشه، باید سهمی از این زندگی داشته باشه. با حالا ما همینه گفته. پس ما باید تفریق بکنیم باهایان تسجیل شده 21 سال به بالا که حق رأی دارند. اون آقا می گفته بود 15 سالگی درست میگن. ما در از 15 سالگی می توانیم درخواست تسجیل شدن یعنی شناسنامه باهایی داشتن داشته باشیم، ولی وقتی به 21 سال رسیدیم میشیم عضو زیرای جامعه جهانی باهایی. باز در یکی از تلویزیون‌ها دیدم که آقای نوشته که هدف باهایی‌ها به دست گرفتن حکومت جهانی است. بله، اما نه از راه شمشیر، اما نه از راه تبلیغ. آقا دوستای ما شاید جرأت نکنن، من میگم با حالا میگه که وقتی من شناختی دومین وظیفت اینی که منو به همسایت معرفی کن، تبلیغ کن. پس اولین وظیفه یه بهایی آشنا شدن
با این دستهای بها الله که دوتا فرمان داره هست، دومیش اینه که اینه به دیگران بگه. ما اگر در یه شهری بهایی نداشته باشیم، اولین بهایی که به اون شهر بره اصطلاحا میگیم اون شهر را فتح کردیم. این معنیش این نیست که میخوایم لشکرکشی کنیم. بهش میگم بهایی ها سه تا مطلب ده. یکی نکته، در هر جایی که در هر شهری روستا یک نفر باشه میگن نکته بهایی. دو، یک نفر بیشتر باشه میگن جمعیت بهایی. 9 نفر زیره بیشتر باشه میگن محفل روحانی تشکیل میشه. در هر مملکتی هم تعداد محافل نماینده هاش رو انتخاب میکنن و یه دونه محفل ملی انتخاب میکنن. محفل ملی در امریکا 1 دونه است، در ایران 1 دونه بود که بعد دستور دادن منحل بشه و محفل ملی اون وقت تشکیل جلسه داد و گفت چون بهاءالله به ما دستور داده از اوامر حکومت اجرا بکنیم، بنابراین محفل روحانی در جلسه چندم تصمیم به انحلال خود گرفت و تا اطلاع ثانوی ما محفل ملی نخواهیم داشت. الان هر کس آقا در ایران تشکیلات بهائی است، نخیر قربان، به دستور حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمانی که همین آقای موسوی تبریزی داستان کل شده بود، تشکیلات بهایی در ایران منحل شده. تشکیلات بهایی تشکیلات تروریستی، تشکیلات جاسوسی نیست. الان دیدم که نوشتم یکی از روزنامه‌ها در ایران که در آرژانتین کجا بود دفاع از مشرق الازهار جدید ساختن؟ در شیلی. در شیلی مشرق الازهار ساختن. بهاییان از همه جای دنیا رفتن افتتاحونو جشن گرفتن. خب حالا مشرق الازهار چی؟ آقا بهاءالله دستور داده در هر شهری به نام خدا یه مشرق الازهار، ذکر، جایی که ذکر بشه کی؟ خدا، بسازن. و این مشرق الازهار آقای صبحی 9 تا در داره، 7 تا نیست ها، 9 تا دره که تمام ادیان می توانند بیاین اونجا و با آزادی کامل نمازشون و دعاشون رو بخونن و برن. همینه که تو شیکاگو هم داره، تو شیکاگو هم من رفتم اونجا، بله، اونم 9 تا در داره. مسجد گلستگار شیکاگو دومیش در دنیا، اولیش در اشکاباد بود که بعدن روسا گرفتن و چون تخریبش کردن و از بین بردن. خب دومیش در شیکاگو هست، در آلمان، در هر کشوری حالا فعلا قرار شده یه دونه مشرق الازهار بسازن. مال آرژانتینی که ساختن، شیلی گفتن خانم که همیشه منو تصحیح میکنن، خیلی هم ممنونم، و دائما از راه دور کنترل میشه اما نه اینکه آزادم. بنابراین اینجا را جمع کردن برای افرادی که برن اونجا دعا بخوانن. حالا از نظر افرادی که به بهاییت بد مینن، اینجا مرکز جاسوسی ها و گفته که من امروز به شما میگم یادتون باشه امروز که این مشرق الازهار رو در اونجا باز کردن برای این است که حکومت را از دست دولت آرژانتین در بیارن، شیلی در بیارن، و این روزی خواهد رسید که مردم شیلی این مشروع الازهار را سر بهایی‌های اونجا خراب بکنن. کما اینکه فکر میکردن که مثلا در ایران در دوره شاه این جریان تخریب حضرت قدس تیمسار باتمان، ببینید تیمسار باتمانگلنگ، جز من تصادفاً در ترکیه که بودم تیمسار باتمانگلنگ را دیدم، یعنی اونجا دانشجو بودم در آنکارا درس میخوندم و تیمسار باتمانگلج وابسته سنتو بودند، وابسته نظامی بودن اونجا. خانمیشون خیلی خانم مهربانی بود، روزای 13 بدر تو خونهشون مهمانی میدادن و سفارت به ما نامه مینوشت که خانم باتمانگلج میخوان شماها را روز 13 بدر دعوت کنن. ما رفتیم اونجا، خود خانم نشسته بود سر میز، بشقابا رو میبردیم اونجا، از غذا یه خورده میکشیدن، بعد میگفتن به خودتون کمک بکنید.
تیمسارم یکی از کارمندان یا خدمتکاران اونجا یک سینی تو دستشون بود و شراب میدادن به هر دانشجوی با دست مبارک خودشون. وقتی به من رسیدن شرابو گرفتن، گفتم تیمسار خیلی ممنونم من نمیخورم. پشت سر یک گفت تیمسار اون بهاییه نمیخوره. تمام شد. ما گوشه ایستاده بودیم، باتمانگل تیمسار تشفه آوردن، گفتن که اسم شما چیه؟ گفتم اسم من حسن فیروزی است. گفت من خیلی ممنونم که شما به مهمانی من و خانمم اومدید. گفتم که تیمسار من از شما متشکرم که در این غربت روز 13 را برای ما وقت گذاشتی. دوم اینکه دستور مذهبی منه، با الله گفته که هر کس شما را دعوت کرد با روح و ریحان دعوتش را قبول کنید، نگید این یهودیه، نگید این زردشتیه، نگید این شیعه سنی است. میخواد تحبیب بکنه آدم ها را. گفت ولی بهایی من خیلی دوست ندارم. گفتم چرا تیمسار؟ گفت برای اینکه من اون جریان حضرتگوست که یادتون است. این جریان حضرتگوست هیچ ارتباطه، ولی اون گفتش که فلانی وجدانم و انصافم من برای تخریب اونجا نرفته بودم، شاه هم به من دستور نداده بود که برم اونجا رو خراب بکنم. بعدا دشمنان شاه به این متوسل شدن، قسم خورد که این کارو نکرده، شاه یه دستور نداده. عکسش هست. بله رفته. میگه که آقای بختیار منو دعوت کرد که برم اونجا یه چای بخورم، بعد که اینا آمدن که کلنگ بزنن ما رو بردن بالا و نمیدانم چطور. نه این شاپور بختیار، نه خیر تیمور بختیار، فرمانده چیز بود دیگه، به اصطلاح حکومت نظامی بود، وزیر جنگ بود. نه حکومت نظامی بود و این اولین رئیس ساواک بود بختیار. و بعد میگه که من هر جا رفتم، سفیر شدم، هر جا رفتم خواستم به بهایی ها محبت کنم، ولی بهایی ها اینه نپذیرفتم. اون که بهایی است، اولا اگر کسی کینه و نفرتی از شما به دل گرفته باشه تیمسار بهایی نیست. گفت آقای فیروز اینو بنویس به من بده. دم چی گفت؟ دم با الله گفت. و عبدالبها گفته که یک بهایی اگر با کسی مشکل داشته باشه تا خوش شدن یک چیز کتانی، دستمال کتانی زمان ببره، بعدش دیگه بهایی نیست. اگه قبل از اینکه اون خوش بشه باید قلبش رو پاک بره. با الله میگه که دست قاتل را باید بوسید. و تیمسار خیلی خوشش اومد، اینم از من داشت. و اینم حکایت از بگم که اون وقت که من اونجا دانشجو بودم، تیمسار باتمانگلت وابسته نظامی بودن. جناب استاد عرض کنم خدمت شما که مینویی که مجله زیبایی داشتم، وقتی که آقای باتمانگلچ این کارو کرد تمام اساتید دانشگاه بدی و زمان و فروزان ور اون یکی ها همه ساکت شدن. حالا بپرم به بگم که چرا شاه دست و اجازه داد که حضرت گس بهایان رو خراب کنن. بگم یا حساسی دور میشید؟ نه بفرم. شما میدونی؟ نه. در جریان 28 مرداد آقای بروجردی تا ظهر 28 مرداد سکوت کرده بود. من اینو باید تو بذارم اینجا که سرصدا. بعد ظهر دستور داد که بازاریا هم از شاه پشتیبانی بکنن و همون روز 28 مرداد به نتیجه رسید. آقای مصدق همین بودی که صبح زنده باد مصدق میگفتن، عصر زنده باد شاه. بنابراین آقای بروجردی خودشو از شاه و دربار طلبکار می دانست. خب وقتی شاه آمد و اوضاع و احوال شد، زمانی که البته در دوره مصدق آقای فلسفی تو خاطراتش نوشته، من خوندم، میگه که آقای بروجردی منو فرستاد، گفت برو پیش آقای دکتر مصدق و راجع به
جنگال و ناراحتی ها و فسق فسادی که این بهائیان در ادارات و در جامعه به وجود آوردن توضیحاتی به آقای مصدق بده و از ایشان خواهش بکن که رادیو تهران را در اختیار شما قرار بدن و شما به مردم ایران توضیح بدید که این بهائی ها چه موجودات بدی هستند و مردم را باز دارید از معاشرت با اینا. آقای فلسفی در خاطراتش می نویسه که من رفتم دیدن آقای مصدق. آقای مصدق از زیر پتو آمد گفتش که کاری داشتید آقای فلسفی؟ گفتم بله، من آمدم پیام آقای آیت الله بروجردی را به شما برسانم که دستور فرمودن شما رادیو در اختیار من بگذارید که من راجع به مفاسد جامعه بهائی به اطلاع همگان برسانم. میگه یه ذره بلند شد گفت آقای فلسفی برای من چه فرق میکنه بهائی با مسلمان؟ شما مسلمان ایرانی هستید، بهائی هم بهائی و ایرانی هستن و من نمیتونم همچی کاری بکنم. اونا هم ایرانی هم، اونا هم حق و حقوق دارن و هیچ کس من نمیتونم بذارم علیه افراد دیگه حرف بزنه. بعد می‌نویسه که آقای مصدق اینقدر بی سواد بود که حتی از من نپرسید که این بهائی چی هست که من توضیح بدم که اینا مصدر چه خدمات بدی هستند و جامعه اسلامی را از بین می‌برند. تا اینکه این جریان 28 مرداد شد، این دفعه آقای فلسفی رفت به دربار و اجازه گرفت از اول ماه مبارک رمضان ساعت 1 تا 2 از رادیو از یه مسجدی صحبت میکرد که از رادیو ایران هم پخش میکردی. و ما با من وقت کوچک بودم ولی یادم است که در خونهای ما رو علامت زده بودم و همش میگفتش که البته آقای فلسفی میگفت که شما هیچ کاری نکنید، دولت این کار رو خواهد کرد، اینها در دنیا دوربین دارن، اطلاع میدن، بهائی رو اذیت نکنید، ولی راجع به مفاسد جامعه بهائی و میگفت شاهنشاه من خجالت میکشم که با بودن این همه دکتر مسلمان شما یه بهائی رو طبیب خودتون قرار داده اید. دکتر عیادی. و بالنتیجه وقتی اجازه دادن در دنیا خیلی از کشورها مثل همیشه سکوت کردن ولی دو نفر انسان سکوت نکردن. یکی آقای جواهر لال نهرو نخست وزیر هندوستان بود. در یه نامه نوشت که اعلیحضرت ما یک کشور فقیری هستیم، من بهائی‌ها را از نزدیک میشناسم، اینا نه اهل فسادن، نه اهل حزبن، نه انسانهای بدی هستن، اگر برای شما ناراحتی به وجود میارن لطفاً همشون بفرستید برای ما، ما با آغوش باز استقبال میکنیم. و یکی هم آقای آیزنهاور بود. آیزنهاور هم پیام رسمی فرستاد که این بعد از هیتلر شما هستید که دارید مردم رو دست دسته میخواد یا خونه هاشون رو ضرب چیز میزن، علامت میذارید. علامت زدن در خیلی از روستاها، ریختن، کشتن خیلی. من یه پسر عمو دارم که الان برادرش هم همینجا تو اتاق شماست. ایشون رئیس مخابرات ژاندارمری تبریز بودن، البته مسلمان بودن. هی میومدن میگفتن که عمو جان بلند شید از تبریز بروید. پدر من میگفت کجا بروم؟ بهائیت در دل منه، این دلمو کجا ببرم؟ میگفت میریزن شما را میکشن. گفت کار تازه ای نیست و گفت من با این زن و بچه هیچ جایی ندارم برم. بعد آقای آیزنهاور که این تلگرافو میفرسته و آقای امینی هم اون وقت نماینده ایران در سازمان ملل گفت من از شدت شرم و خجالت نمیتونم برم به سازمان ملل. تلگرافی از دربار اومده امینی بود. علی امینی بله علی امینی. تلگرافی اومده بود از دربار که در اونجا نوشته بودن در هر شهری اتفاق بیفته رئیس فرمانده لشکر و رئیس شهربانی
در هر کلانتری رئیس کلانتری مسئول حفظ جامعه باهایی است. یک دفعه تمام این برنامه ها عوض شد. البته حضرت گسارا که گرفته بودن بعد از چند سال پس دادن، ولی این مطلب در گوش آقای باتبانگلج اینو بگفت. ایشان که وابسته نظامی بودن، وابسته فرهنگی بود استاد مینوی، اینا مثل کارد و پنیر با هم بودن. این استاد مینوی یه مقاله نوشته بود به عنوان آزادی فکر، نوشته بود که تیمسار ما شیعه هستیم و اعتقاد داریم در غیبت امام زمان جهاد حرام است. شما به فتوای چه کسی بالا رفتید و گنبد مذهبی مردمی را خراب کردید که اونها هم به خدای شما نماز میکنن. آخرش هم نوشته، خیلی مفصل، آخرش هم نوشته تیمسار چه باور بکنی چه باور نکنی، دین برای انسان شدن است. اگر انسان نباشیم چه کشکی چه دینی. من که وقتی پسر 21 ساله بودم خیلی در من تأثیر کرد. من اون وقت هیچ وقت اینجوری فکر نکرده بودم که هدف از دین انسان شدنه. اگر انسان نباشیم مسلمان میخواییم باشیم، بهایی میخواییم باشیم. دوم این که دین ها انسان ها را یک شبه تلقیب نمی کنن، یک دستورالعمل اخلاقی باید آموزش داده شود. یک پروسه هست، یک مراحلی هست باید انجام بشه. آقای فیروز ما چند باهایی را میشنم کیم که عرق میخورم. اتفاقا در همین رابطه بذارید، این دوستمون گله کرده که چرا من اون روز از شما سوال نکردم. گفتم شما اگه ببینی آقای فیروزی وقتی میان اینجا یک کلاسور دارن، یه دوتا کتاب دارن و ایشون چون سخنور هستن منم استفاده میکنم، گوش میدم تا یاد بگیرم. ولی این دوستان گله میکنن، از طرف یه عده میگن چرا صحبت میکنی، از طرف یه عده میگن چرا سوالای ما رو نپرسیدی. در رابطه با انسان شدن اینها شما مثال زدید که مولانا اولش آخوند بوده بعد انسان شده، امیدواریم یه روز این آخوندها هم انسان بشن. این یک. دومی که ایشون نوشته که خیلی متشکرم، ما نیاز به افرادی با ایده های بالا چون آقای فیروزی داریم، لکن من چون بنا و مهندس هستم میدانم بر هر زمینی نمیتوان همه چیز ساخت. یعنی کاملا درست. بر روی این کره اساس غلط بنا شده و تا دنیا به آخرت برسه و از همین طور خواهد بود که بوده و هست. سیستم اجتماعی و اقتصادی این کره توسط مستبدین و خودخواهان وضع شده و به سود اقلیت و زیان اکثریت می باشد. تمام اصول از 10,000 سال پیش تا کنون توسط فرعون ها برپا شده و هیچ کدام از پیامبران به ما فهم جناب بهاءالله یا چیه به ما فیهم از پیامبران نمیدونم یک کلمه ایه که من نمیتونم بخونم جناب به مفاهیم جناب بهاءالله به چسبیده به هم کلمه یه جوری به مفاهیم جناب بهاءالله دستوری برای تغییر این دو اصل نه فقط پیشنهاد نکرده بلکه آن را تایید و تأکید کردند. در قرآن نوشته خدا به هر کس که مایل باشد سلطنت و عزت و نعمت میدهد. توی پرانتز نوشتن در یکی از سخنانم این را گفتم، ایشون گفتم 40 50 سال پیش توی رادیو تلویزیون ایران بوده و برای ما گاهی وقتی نوار صداشون میفرسته و امیدوارم به زودی برنامه خودشون رو داشته باشن. امیدوارم. پس آ خدا عدالتت کجاست؟ من بنده چه قدرت و اختیاری دارم برای تغییر روش و آدم شدن؟ به اضافه بر تغییر این دو اصل اجتماعی و اقتصادی باید باورهای عقیدتی را به کلی دور ریخت. آیا این همون پروسه یا مرحله‌ای که شما گفتید که یه شب انجام نمیشه؟ بله. یا اوکی. بله. من نظرمون راجع به این مطلب ایشون عرض می‌کنم. ببینید جناب سن، حالا بازم دوستان بهایی من شاید خیلی ناراحت بشن. واقعیتش این است که کلمه خدا را ما ساخته ایم، بهش القابم داده ایم، عدالت. خداوند 100,000 تا نام داره. بله. اوکی؟ ولی واقعیت اینه که هیچ کدام از اینا را نمیدانیم. ما حیوانات ناطقی هستیم، 23 جفت کروموزوم داریم با بیش از 20,000 ژن.
ببین گرمان، ادیان با پیدایششون در طول زمانها یه مقدار ما را متوجه اصولی که باید رعایت بشه دادن. یکی از اینا ساختن موجودی است مافوق بشر به نام خدا که از اون بترسیم. ببینید الان در تمام دنیا میلیاردها انسان میگن که از خدا بترس. عبدالبها هم در یه نامه به یه بهایی میگه که از خدا بترس و از ملا مترس. ملاها بی خود نیست که اینقدر با بهایی ها دشمنی دارن. از خدا بترس و از ملا. دلیل اولش اینه که شما مغازه‌شون رو تعطیل کردید. تنها یا میخواین تعطیل کنید؟ نه کلن تعطیل شده. در بهاییت آخوندیزم وجود نداره. بوسیدن دست هیچ کس جائز نیست. من گفتم متاسفانه من فقط دست مادر و خواهر و زنم را میبوسم. یعنی اون را هم حتی چیز نمی کنه. یعنی منظور چیز نکرده. منظور با حالا اینکه وقتی دست ها را میبوسیم انسان ها بزرگ میشون، نزدیک به خدا میشون. در صورتی که قربونت برم، ما روزی که روی زمین، امیدوارم این جسارت منو ببخشه، ما مثلا 20,000 50,000 سال پیش فقط در روی کره زمین یه مرد داشتیم یک زن. حرمت داشت ازدواج کردن یا به اصطلاح با مادر را نداشتیم، با خواهر را نداشتیم. ادیان بودند که با پیدایششون در طول زمان این نهرها و این تحریم‌ها را به وجود آوردن و گفتن که با مادرتون ازدواج نکنید. ازدواج که نبود، رفع نیازهای جنسی بود. با خواهر را برداشتن و این عقده هایی که امروز آقایان روانشناس ها که الحمدلله بازارشون گرم گرمتر باشه، این عقده هایی که ازش صحبت میکنن مربوط به همون دورانه. الان مثلا فرض کنید که با عرض معذرت چون این حقیقتیست باید بگم، در میان ادیانی که پیروان اونها ازدواج های فامیلی میکنند هم نوابغ زیاده، چون یکی از فواید ازدواج فامیلی اینه که جنهای خوب وقتی نزدیک هم قرار میگیرن، پدر جن خوب میده، مادر جن خوب میده، اون بچه نابغه میشه. به همین علت یهودیا بیشترین جوایز نوبل رو دارند، نه اینکه خواست خداست. و همین مشکل دیگر هم دارن. خیلی از مرض هایی هست، خیلی از قاتل هایی هست، جانی هایی هست، روان پژوهنده هایی هستن، روان پریشان هایی هستن که اینا هم کلیمی هستن. من الان به شما بگم، حضرت محمد در قرآن فرموده که در اسلام ازدواج خواهر با برادر حرامه. حتی خواهر با برادر ناتنی حرامه. حالا من اگر اجازه بدین فقط بگم، مثلا شما با خانمتون اگر قبلا قوم و خویشیتی نداشتید، ژن مشترک نداشتید، فامیل نیستید. بچه های شما که خدا حفظ شکر امروز عکس هاشون دیدم، مثلا پسر شما از شما 50% ژن ارث میبره، از مادرش هم 50%. این ژن های شما ممکنه از آبا و اجداد شما بهشون برسه، ولی از نظر کلی یک پسر 50 از مادر، 50 از پدر میبره. خب و این بچه ها 50% با هم فامیل هم. اگر تنی باشن، اگر ناتنی باشن 25%. من الان پسر عمویم اونجا هست، با ایشون 25% ژن مشترک داره. ولی اگه داداشتون بود 50%. ولی اگر ببینید اینو میگم سوء تفاهم نشه، وقتی دو تا خانم با دو تا آقا برادر، دو تا خواهر با دو تا برادر ازدواج میکنن، بچه های اینا خواهر و برادرن، 50-50 با هم فامیله و اینا نباید با هم ازدواج کنن. در امریکا نمیدونستن تا اصلا ژنتیک یک علم 50-60 ساله است. الان اینجا اگر بدانند که اینا با هم فام کازن
شما نمبر وان هستن، ازدواجشون فرست کازین نمیذارن. بنابراین تمام این مسائل برمیگرده که علم باید کشف بکنه و به ما آموزش دهند. شما میگه این کارو اون موقع ادیان انجام میداد. ادیان انجام میدادن. الان شما ببینید، من کاری ندارم، شما الان تمام این کلیساها را، الان پسر عموی من میگفت در تگزاس 1300 در دالاس 1300 کلیسا هست. اینا کارشون چیه؟ بیزنسه، بله. اما در عین حال مردم را به گوشه ای از دستورات مسیح آشنا میکنن. من عاشق مسیحم به خاطر یک کلامش: قضاوت نکنید. ما ایرانی ها با عرض معذرت کیلویی قضاوت میکنیم، خیلی سریع. چینی ها اینجوری هست، ژاپنی ها اینجوری هست، افغانی ها اینجوری هست، ترک ها اینجوری هست، فارس ها اینجوری هست. حضرت مسیح میگه قضاوت نکنید، قضاوت نکنید. بنابراین من نمیدونم چقدر از موضوع دور شدم و چقدر گفتم، ایشون درست میگن. در دنیای امروز سرمایه که در خدمت جهل است و تباهی، سرمایه گذاران پی تکثیر مناهی، بر دامن هر راهبه صد لکه سیاهی، دود سیاه کفر زمه تا دل ماهی، طوفان دگر باید و نوح دگری نیز، کس پا فکند فتنه این عصر براخی. خب تدبیر نمانده است مدیران جهان را، کم آورده. تدبیر نمانده است مدیران جهان را، تا چاره کنند شورش این نسل جوان را، گیتی همه بیمار و طبیبان روان را، اندیشه به جایی نرسد این سرطان را. قربان، ما الان در دنیای کی گفته این شعر رو؟ عرض کنم خدمت شما که یکی از شعرهای عصر جدید بود، موهینی کرمانشاهی. قشنگ، خیلی قشنگ. و آخرش هم میگه در اصل مقصر همه پیران جهانم، کینسان بی خبر از گردش زمانم. قربانتون برم، ما الان دیشب من مناظره این دوتا کاندیدا را دیدم، واقعا خجالت کشید. بله. کسانی که میخواهند به نصف کره زمین حکومت کنند، شاید همه کره زمین، و پایگاه های فکری نفرت با هم دست ندادن، به خون هم تشنه. اینا چجوری میخوان صلح و صفا، مهر و وفا در دل انسان ها برویانند؟ ایشون راست میگن، ما چیزی به نام عدالت خدایی نداریم. ما جناب بزرگوار، اگر من و شما بشینیم که روزی خدا خواهد آمد، همچون چیزی اتفاق نخواهد شد. خدا برای ما یک عشقه، یک امیده، یک بارگاهه، ولی قدرت اجرایی نداره. ها، هر چه توانیم باید خود کنیم. ما باید ببینید، زلزله را ما کشف کردیم. میتونیم بگیم چرا خدا زلزله گذاشتی که خونه ها؟ آقا جون نکنید. الان در سان دیگو هر خونه‌ای که میخوان بسازن باید 8 درجه ریشتر مقاومت داشته باشه. همین چیزی که این دوستمون گفت، روی هر زمینی نمیشه ساختمان ساخت، باید با شرایط و چیز اون. ما الان تمام امکانات مالی دنیا در دست 200 نفر است و اینا هرگز و هرگز این ثروت از دست نخواهند داد. عبدالبها میگه که از اینا باید بالای 90% مالیات بگیرن. میگه اینا هم نمیان مالیات دو دستی خودشون بگیرن، ها، ما باید به زور از اینها مالیات بگیریم. عبدالبها کمونیسته؟ من نمیدونم. سوسیالیسته؟ نمیدونم. ولی یک رفرمیسته، میگه که باید گروه های اجتماعی را تقسیم بکنن، به اونهایی که درآمد کمتر دارن کمک بکنن، اونهایی که درآمد زیادی دارند تا 90% ثروتشون رو به عنوان مالیات بگیرن. من اگر روزی بتوانم آرمان های بهایت را به عنوان یک
نسخه برای اصلاح جوامع بیارم بر این تلویزیون مطرح کنم، شما میبینید که من خیلی دنبال راه حل در آسمان ها نیستم. ما باید دور میز بشینیم راجع به کمبود آب صحبت بکنیم، ما باید دور هم بشینیم راجع به افزایش جمعیت و راه های مبارزه با آن یا مقابله با آن صحبت کنیم. بله، در سالهای گذشته هزاران سال پیش افلاطونی بوده. افلاطون آقای سربی خیلی جالبه، میگه که جمعیت باید کنترل کرد و هر کس حق ازدواج داره، هر مرد و زن باید ازدواج کنن، ولی حق بچه دار شدن نداره. باید بچه را افراد سالم، خوشقد، خوشقیافه و به اصطلاح قوی به وجود بیارن، بدن و اینا بزرگشون کنن. الان شما میبینید که بزرگترین مشکل ما بعد از کمبود آب در روی کره زمین افزایش بیرویه جمعیته. آقا ما در سال 1730 دانشمندی داشتیم به نام مالتوس. این آقا خودش هم کشیش بود، هم ریاضیدان بود، هم فیزیکدان بود و هم با آمار سر و کار داشت. این اومد گفتش که اهالی محترم دنیا، آقای کشیش، آقای پاپ، جلو ازدیاد جمعیت رو بگیرید. بودن خفش و بی خدا. میگفت بابا نون نداری تا فردا اینا بخورن. اینا هم گفتن هر این کس که دندان دهد نان دهد. جناب سربی دیگه آمار نه دین داره نه مذهب داره، فقط عدده. شماره ها دروغ نمیگن. در سال 1850 یاد داشت کرد، 1850 یعنی 166 سال پیش از این، تعداد ساکنان کره زمین به زور 1 میلیارد نفر شد. و این آقا خیلی سال پیش از این مرده بود. در سال 1950 که من اون وقت جوانی بچه 11 ساله بودم، تعداد جمعیت کره زمین شد 2 میلیارد. توی 100 سال 100 سال 1 میلیارد اضافه شد. الان 66 سال از اون میگذره، تعداد جمعیت کره زمین از 7.5 داره میگذره. یعنی در عرض 66 سال 5.5 میلیارد افزوده شده. الان همین گوگل رو شما امتحان کنید، میگه که هر سال بین 60 تا 70 هزار نفر بر تعداد ساکنان کره زمین افزوده میشه. آقا اینا آب میخوان بخورن یا نه؟ زمین میخوان کشاورزی بکنن یا نه؟ معلم میخوان، استاد میخوان، خوابگاه میخوان، و میوه میخوان، سبزی میخوان. قربان نداری. ما الانه تا 50-60 سال دیگر سر آب خوردن دعوا خواهیم کرد. من فکر میکنم دیروز پرروز راجع به موضوع صحبت. بنابراین ما باید انسانهایی را که انسان دوستن، قلبشون برای تمام بچه های سفید و سیاه و چینی و روسی و با خدا و بی خدا. دیروز یه آقایی به من میگفت آقای فیروز شما ناراحت نباشید، چون شما موحدید من شما را دوست دارم. اصلا من نمیدونم موحد یعنی چی. کسی خدا را قبول داره، اما اگه خدا باشه من چه کارم که قبولش بکنم یا نکنم؟ چه تأثیری در اون میکنه؟ خدا باید در وجود ما حاکم بشه و ما را به طرف خوب شدن بدواند. من خدایی را که بگه شمشیر بگیر و سر انسانهای دیگر رو ببر، نه تنها قبول ندارم، بعد لعنتش. هفت داره بکش تا بری جلو بهش. دوستی میگن که در تایید سخنان آقای فیروزی، آیا تصور میکنید این خانم ها مؤمن و پایبند به اسلام میشوند؟ یک عکسایی رو فرستادن از اینکه خانم ها رو توی کشور اندونزی یا
اجازه بدیم ببینم، دارن شلاق میزنن اون قانون شریعه اندونزی، بله توی اندونزی. و بذارید این عکس ها رو به دوستان هم روی برنامه نشون بدیم. نظر شما درباره این تنبیهات چیه و آیا تنبیهات اینجوری هم در بهائیت و اینها هست، پیش بینی شده یا نه؟ بله میبینید که این خانمو نشوندن و شلاق میزنن یا یه چوب میزنن کین، و باز این پایین من میگه که من شرم دارم که به عنوان یک انسان به این خواهرم نگاه کنم. قربانتون برم، ما از مادر لخت مازاد میاییم خارج، نه حجابی داریم، نه چادری داریم، نه شلواری داریم. میلیون ها سال ما در جنگل ها لخت گشته ایم، حالا میاییم از کجا معلوم؟ اگر خدا این دستور داده حتما باید به یکی از این پزشکان، روان پزشکان مراجعه بکن. قربان این نفرت انسان ها از انسان ها و بهانه دادن چیزهایی است که اصلا به خدا ارتباط نداره. شما تمامه متاسفانه در تمام ادیان، چون علتش میدونی چیه؟ برای اینکه تمام قانونگذاران این ادیان مرد بودن و مرد سالاری بود، مرد سالاری بود. به همین دلیل شما دوست دارید هیلری کلینتون؟ من بله، منم الان با وجودی که هیچ دلخوشی از نحوه به اصطلاح صحبت‌های خانم بیل کلینتون ندارم، فقط به عنوانی که یک زن در جایگاه رئیس جمهور امریکا قرار بگیره و انشالله تقلیب بشه و بدونه که مردم در امریکا در نهایت فقر و فاقه زندگی میکنن. 40 میلیون دلار زیر خط، میلیون نفر زیر خط و اینا 7,7 میلیارد بدهکارن. این بدهکاری ها را ایشون گل دادن که یک دلار بر بدهی امریکا نفسایه، نمیدانم چه جوری شوهرش این کار کرد. شوهرش وقتی آمد سر کار اینها چیز داشتن، دفیسیت داشتن، وقتی رفت به اصطلاح سورپلاس داشت، ولی متاسفانه آقای جورج بوش و همدستاش، چون اینها مثل یک گنگستر اومدن، اونا خراب کردن که وقتی جورج بوش رفت ورشکسته اقتصادی بودیم. حالا اینا دارن اوباما رو سرزنش میکنن که اوباما که اومد این بدهکاری دبل شده. البته دیشب باز خانم هیلری کلینتون گفت که یک سوم بودجه رو کم کرده. بله اوباما یک کشور ورشکسته رو دست گرفت و بازم تونسته با به اصطلاح چیزای اقتصادی نگه داره. دوستمون سوال میکنه که عزیزم سوالم را از آقای فیروزی نپرسیدی، همین گلهی که گفتم کردم. میخواهم بدانم چرا بهایی ها از اصول بهاءالله پیروی نمی کنن و از خوردن حق دیگران و نیرنگ و حیله حتی به همکیشان خود دست بر نمی دارن. مثال یک دوست بهایی شکایت میکرد که تمام پولشان را یک بهایی میلیونر در استرالیا گرفت و خانهشان را گرانتر و بدون معیارهای مهندسی ساخت. اون میگفت این آقا مسئول آموزشگاه بهایا هم هست، بر سر تمام بهایان بیچاره و پناهنده شده به استرالیا کلا گذاشته. من قبل از اینکه شما صحبت کنید، من که اطلاعات آگاهی ندارم، میدونم که این دوستان میتونن به بیت العدل مراجعه کنن، شکایت کنن، بعد هم شما هم من به اصطلاح توی کشورهای خارج داریم زندگی میکنیم. به غیر از این که حالا اینا اگه هم دین هستن میتونن از لحاظ دینشون شکایت کنن و مشکلشون برطرف کنن، قانونا اینا میتونن برن شکایت کنن. ولی شما میخواید صحبت کنید بفرمایید. چرا بله چرا بهایا از اصول بهاءالله پیروی میکنن؟ عرض کنم و سوال اینه که ما چرا به هم دیگه ظلم میکنیم؟ مگه بهاءالله فقط گفته که نخورید، خیانت نکنید، دزدی؟ مگه موسی نگفته قتل مکن، زنا مکن، بر مال همسایه طمع مبر؟ مگر عیسی نگفته؟ مگه شیعه نگفته؟ مگه سنی نگفته؟ مگه بودا گفته؟ در تمام مکتب‌های اخلاقی اجتماعی، مذهبی و سنتی و فرهنگی دنیا تجاوز به مال دیگری گناه است.
نابخشودنی است. اما هیچ دینی اون جراحی ژنتیک را روی آدماش انجام نمیتونه بده. بنابراین دینها از راه تعلیم و تربیت و تلقین و قانون، من میخوام بدونم این دوستایی که آمدن و پولاشون دادن به این آقا چرا سند نگرفتن، چرا چک نگرفتن، چرا قرارداد ننوشتن؟ اگر رعایته، ببینید قوانین اجتماعی و مدنی هر شهر را بکنند، هیچ مشکلی پیش نمی آید. ما بایستی رعایت قوانین را بکنیم و به عنوان اینکه فلانی مسیحی خوبیه، مسلمان بادینیه، بهایی مؤمنیه، کارهای غیر اصولی انجام ندهیم. گناه یک بهایی که مال دیگری را خورده به عهده بهاءالله نیست. یا لازمه این که یک مسلمان الان در ایران مد شده متاسفانه، چون مردم قبل از آمدن آقا یه خورده به دین و مذهب و باورشون احترام داشتن، الحمدلله از وقتی که این حکومت غیر اسلامی به نام اسلام آمده سر کار، مردم این اعتقادات، باورها و عرف و عادت هم از دست دادن، بیشترین فامیلا به همدیگه خیانت میکنن. ما اینجا چند نفر ایرانی مسلمان داریم، رفته دیده که خواهرش یا برادرش تمام انبارش رو به اسم خودش کرده. و راه حل دیگری هم که متاسفانه جلوی پایینا گذاشتن، مثلا در یه خانواده زردشتی 5-6 تا خواهر و برادر، یکی از اینا به دین مبین اسلام میگرد و انبار برادران و خواهران دیگرش را متاسفانه برمی‌دارد. همینطور یهودی ها، همینطور بهائی. من از این بابت متاسفم و عرض میکنم خدمت شما، ما یک راه حل عمل جراحی ژنی نداریم، باید تعلیم و تربیت را ادامه دهیم. توی بهائیت هم و دوستان بهائی قبلا اینجا صحبت میکردن، این هست که هر کدام از شما در هر کشوری هستید باید قانون اون کشور، شهر، ایالت رو به اصطلاح احترام بذارید و رعایت کنید. خب این هم که در رابطه با ترامپ و دیشب و اینها بوده. و اما یه دوستی سوال کرد چرا آقای حسن فیروزی، چون الان شما گفتید اهالی محترم دنیا، چرا هر وقت خودشون معرفی میکنن میگن من از اهالی محترم آذربایجان هستم؟ برای که من معتقدم تمام انسان ها محترم هم. و این به عنوان شوخی میگم، چون من اخ ببینید یه آقایی داریم اینجا، استاد حقاک، ایشون بله. در یکی از سمینارهای ما گفتن که من در تهران بودم، یه خانمی در یه مهمانی اومد و دوستشو معرفی کرد و گفتش که آقای دکتر این خانم به لهجه شیرین اصفهانی، فارسی را به لهجه شیرین اصفهانی صحبت میکنن. من گفتم خانم شما هم فارسی را به لهجه تهرانی صحبت میکنید؟ میگه خانم براشون. گفت مگه من لهجه دارم؟ گفتم خانم همه لهجه دارم. تهرانی ها لهجه تهرانی دارن، شیرازی ها لهجه شیرازی دارن، آذربایجانی ها لهجه آذربایجانی دارن. در مرکز نشستن لازمش این نیست که معیار شما باشید. اینه که من معتقدم که ما همدیگر رو باید محترم بداریم، نه تنها هموطن را، هم انسان را. برای اینکه ما ببینید آقای سلوی، این دنیا مانند یه هتلیه، یانند یه مسافرخانه است. من و شما 70-80 سال همزمان در این مسافرخانه، در این هتل زندگی میکنیم و به خدا وقتی میرویم دست خالی خواهیم رفت. میگه اسکندر خودش آدم فیلسوفی بود، معلومه، و وقتی مرد وصیت کرد دستهاش از تابوت بیرون بذاره. اسکندری که نیمی از جهان را گرفت با دست خالی رفت، ولی متاسفانه ژن هرس و آز در وجود ما اینقدر زیاده که دیروز خدمتون گفتم این دنیا برای شما خیلی بزرگه، با من تقسیم بکنید دنیا خیلی کوچیکه.
شما می‌خواستید در رابطه با کتاب آقای میلان اگه موضوعات خودتون هست بفرمایید. سوالا رو من پرسیدم، فقط دوستی که گفته بودید شما تماس گرفتید، آقای فیروزی هم گفتن فراموش کردم یا یادم نیست، لطف کنید با خودشون مستقیم تماس بگیرید، ایشون هفته این هفته رو شما بهشون بریک بدید، در مسافرت هستن فامیل و دوستان، هفته آینده دوشنبه یا از یک شنبه به اون ور با همین شماره تلفنی که الان روی صفحه میبینید 858-342-99-91. ضمن شکایت کرده بودین در رابطه با تلویزیون پیوند و آقای میرزا آقاسی، خب اونا روششون اینه و من امکاناتشون اینه، من مسئول دیگران نیستم. عرض کنم خدمت شما، من آقای دکتر آقاسی را چندین سال از نزدیک میشناسم، خانمشون را همینطور. آقای دکتر آقاسی یک عاشقه، با تمام عدم امکانات الان چندین ساله در آرزوی این بود که تلویزیونی را باز کنه. من بارها بهش گفتم که آقای دکتر تلویزیون باز کردن ظاهرا ساده به نظر میرسه ولی خرج داره، مثل عاشق شدنه، مثل عاشق شدنه. باید تمام اصلا از نظر آقای از سلامتی خیلی خوبی برخوردار نیستم. ببینید اون انتظاری که شما از یه تلویزیون دارید دوست من کاملا قابل توجیهه، منشی میخواد، تلفنچی میخواد و تمام اپراتور میخواد و چیزهای دیگر. خب حالا که شما گفتید بذارید پس من بگم برای دوستان که بدونن چیه. دوستی گفته بود که شما این پیوند تیوی رو نگاه کنید، دو تا شماره تلفن میده، به تلفن‌ها که زنگ میزنیم میره روی پیامگیر، پیام نمیگیره یا پیام اگه میگیرن تماس نمیگیرن، بعد ایمیل میزنید، روی ایمیل مینویسن که با ما تماس بگیرید، یعنی یک کچ 22 به قول آمریکایی‌ها. و امروز وقتی با آقای فیروزی گفتم، آقای فیروزی لبخندی زد و گفت که ای کاش اینها میدیدن امکانات این تلویزیون‌ها رو که اینها با به اصطلاح چنگ و دندان دارن همه‌شون اینجوریه. همه‌شون اینجوریه. من یک دفعه در تلویزیون پارسخونه آقای شجره مهمان بودم، صبح دیدم که ایشون حاضر میشن برن محضر. گفتم چرا؟ گفت برای که خونه رو باید گرو بذارم، $200,000 وردارم برای اینکه عکسات تلویزیون و بدهیامون نمیرسه. مردم خیال میکنن که از جمهوری اسلامی، از جاهای دیگه. سوال من اینه، یک نفر به من بگه جمهوری اسلامی با تمام این امکانات، با داشتن نماینده در سازمان، با داشتن حق رأی در شورا تمام دنیا و شوراهای به اصطلاح ملی، چه نیازی داره که ماهی چند هزار دلار بیاره به این آقا بده؟ این چه کار بکنه؟ تلویزیون آپادانا چه کار بکنه؟ مگه خودشون چلاغن تلویزیون خودشونو بذارن؟ من که شخصا باور نمی کنم جمهوری اسلامی با این قدرت، با این قوت، با عنوان رئیس جمهوری مملکت میاد بره پشت میکروفون سازمان ملل حرف میزنه، حالا بیاد به یه تلویزیونی ماه 5000 داره که چیکار کنه؟ جمهوری اسلامی از کسی ترسی نداره. دوستان من، جمهوری اسلامی و یا آقای خمینی یا آقای روحانی یک حرف میزنه، میگه که من کتاب خدا، آخرین کتاب خود را زمین گذاشتم و دارم به اون اجرا میکنم. اگر شما مسلمانیتون مشکل داره اول برید مسلمان بشید. آقا این یادم افتاد که بهاءالله یه وقتی یه نامه فرستاد به ناصرالدین شاه و گفتش آقا در ایران مرتب بهایی رو میکشن، اینا رو میکشن، اینا به من ایمان آوردن، شما منو دعوت کنید من بیام در همون کاخ شما این آقایان علما بشینن، هر چه سوال دارن از من بکنن، اگر من نتوانستم منو بکشن. این موجوده، بله، آورندشم موجوده، اصل نامم موجوده. و ناصرالدین شاه این نامه رو خوند، گفتش چه حرف منطقی میزنه، گفت راست میگه. داد اینو به مجتهد دربار، مجتهد دربار بهش گفتش که نامه بنویسید که با الله بیاد اینجا، من خودم میخوام رئیس جلسه باشم.
این برد نامه را داد به مجتهد شهر. اون بلند شد اومد گفت آقای ناصرالدین شاه؟ گفت بله. گفت شما در حقانیت اسلام به شک گفتادی؟ گفت نه. شما از اسلام بدی دیدی؟ گفت نه. چرا میخوایی با یک غیر مسلمان که ضد قرآن در یک جا بشینی مرد بزنی؟ گفت من به نامه اون میخوام جواب بنویسید که بیاد. مگه شما نمیگید این کافره؟ مگه شما نمیگید این بیدینه؟ بابا ثابت کنید، من دستور بدم همینجا گردنشو ببرن. گفتش که نه آقای ناصرالدین شاه، شما اجازه بدید من یه نفر رو بفرستم، اول شما را مسلمان بکنه و شما بدانید که قرآن به ما گفته با آدمهای کافر، با آدمهای بیدین، با آدمهای بیمذهب صحبت و مذاکره نکنید. من مگه وقتم اینقدر آزاده که بیام و راجع به این موضوع صحبت بکنم؟ ناصرالدین شاه گفت عجب اشتباه کرد، منی که یک عمر به این آخونده اعتماد کردم الان از نوشتن جواب یک نامه تفره میرن. خدای من شاهد، مدارک تاریخی داریم که بعد از آن از دستور قتل بهایی ها خودداری کرد. هر وقت یه بهایی را میگرفتن میفرستن که بکشه، به این پول میداد میفرستن یه جای دیگه. برای اینکه اینا گرمان، آقای خمینی نمیگه، به شاه میگفتش که آقای شاه مسلمانی یا نیستی؟ اگر مسلمانی با الله 12 تا تعلیم داره، تو 6 تاشو گذاشتی رفراندوم، خب اون 6 تای دیگر هم قبول کن، بگو که باهایی هستی، منم دستور بدم که شاه باهایی بیان تو رو بیندازن بیرون. اینا از کسی نمی ترسن و دروغ هم نمی گویند. ببینید آقای موسوی، آقای خلخالی، شما فکر می خلخالی وقتی می خواست بمیره با روحیه عذاب و دردمند و البته میگن بله میگن نه خیر گربا در آقای مهری مصاحبه کرد بله. آخرین روزاش گفتش که آقا شما ناراحتی؟ گفت آره ناراحتم که اردشیر زاهدی و شما و چند نفر دیگر رو نتونستم بگیرم. ایشون هیچی نداشت، برخلاف این یکی آخونده ثروتی هم نداشت، در نهایت فقرم زندگی کرد و مرد. باور داشت با آقای خمینی باور داشت. حالا تو این جریان اینا یک دین را باهانی کردن، عنوان کردن، من کاری ندارم، اینا دنبال قدرت هم. قدرت دین نمیشناسه، قدرت مذهب نمیشناسه، قدرت فرزند نمیشناسه. دیروز به شما مثال زدم که برادراشون رو میکشتن و میکشن، مادر بزرگی نواهاشو کشته. بنابراین ما باید دنبال این مطلب باشیم که جمهوری اسلامی، من که باور نمی کنم چون این تلویزیون ها با هم مخالفن، این یکی میگه جمهوری اسلامی به اون پول میده، بنده قول میدم جمهوری اسلامی به هیچ کس لزومن پولی نمیداد. اگه بخواد بیاد در اینجا خودش نمیتونه تلویزیون بذاره. من به دوستان گفتم هر کسی میتونه برای من از آخوندا پول بگیره، 25%ش قانونی به خودتون پس برای چی به شما بدم؟ آخوند اول با این کراوات شما مخالفه، باید این کراوات رو بردارید، باید ریش بذارید، درسته؟ و دوم بر اساس اونو همین حرفایی که من گفتم، آقا این قرآن ماست، این آخرین کتاب خداست، بسم الله اجرا بکنید. شما اون روز یه حرف خوبی هم زدید راجع به جاسوس، گفتید بابا جاسوس به همین ارزونی جاسوس نیست و به همین ارزونی هم اونا از دستش نمیدن که مثلا بیاد 9 تاشون رو تو ابرقو بذارن جاسوسی چی آخه تو ابرقو من رفتم باهایی در آلمان مشغل ساختن در فرانکفورت یه جایی که گفتن این مرکز جاسوسی تشکیلات باهایی در اروپاست. آقا ما که دیروز یه آقای صحبت میکرده، ما که نمیدونیم بعد از ایادی ها افراد مشاورین قاره‌ای چه اطلاعاتی را از مردم به حیفا میفرسته. ما از اینا انتخاباتی ها باید، نه اینکه الان به عنوان رهبر نداره و تشکیلات بهایی داره خودش اداره میکنه، برای کمک به تشکیلات ملی و محلی یه افرادی رو به طولت برای 5 سال انتخاب میکنه، به اینا میگن مشاورین قاره‌ای. اینا میان میشینن به حضرت عباس، من در تمام جلساتشون بودم،
راجع به اینکه چگونه این ممالک را فتح نماییم. فتح کردن بهایی اینه که برن اونجا یه حضرت کس درست بکنن، چهار تا خانواده بهایی بزن. خب اما یه مطلبی را که میخواستم به عنوان وظیفه یک ایرانی و نه به عنوان عضوی از اعضای بنیاد فرهنگ مهرگان، به عنوان یک ایرانی فقط پیشنهاد میکنم. من میدونم که همه شما جناب عباس میلانی را میشناسید، یا خیلی دوستش دارید یا به خاطر گذشته های سیاسیش هنوز قلبتون آگاه نیست و نام کتابش را هم که میخوانید میگید همون عباس میلانی نوشته. نه آقا، ببینید واقعیتش اینه که انسان ها در طول تاریخ به گذشت زمان عوض می شوند. اگر کسی بیاد به من بگه که ما انسان بدیه، من خوشم نمیاد. ما او یکی از انسان های متفکر و یکی از رهبران اجتماعی جامعه ما بوده. حالا اگر تئوریاش، نظریاتش سعادت برای ما نیاورده یه بحث دیگه است، اما میلیون ها انسان، میلیون ها نفوس باورمندن که ایشان مدیر خوبی بوده، اکونومیست خوبی بوده و این گونه مطالب را قبول ندارن. این آقای عباس میلانی، من میگم الان شاید مثلا 4-5 سال باشه که من نه تلفنی به ایشان کردم، نه ایشان خونه ما اومدن، نه رفت آمدی با هم داریم، ولی از نظر فرهنگی یه مقدار من با ایشان کار کردم. یعنی 7 سال ایشان مسئول سمینارهای بنیاد فرهنگی مهرگان بود. من در سال 14 سال قبل ما اون وقت داشتیم میرفتیم به کنفرانس شیکاگو بهایی، دخترم و من و خانمم. اونجا من از یکی از مجریان برنامه پرسیدم که شما آقای فرهنگ هلاکویی رو چرا اینجا دعوت نمیکنید؟ منو فلان بیمان، حالا شما بنویسید. گفتم نه خانم، من فهمیدم شما سر به اصطلاح دوستی با ایشون ندارید و از ایشون خوشتون نمیاد و اینی که الان شیکاگو امسال شاید 20 چندمین ساله که برقرار میشه، یک بار فرهنگ هلاکویی رو دعوت نکرد. حالا چی شده بود در گذشته؟ در 1984-5 آقای هلاکویی یه کاری کرده، تشکیلات بهش گفته نکن، ادامه داده، یه محرومیت اداری 1 ساله بهش دادن، تمام شد. که اونم من تمام قصه هاش از اول تا آخر میدونم، تمام نامه های طلبکارانش میده، همه شو میدونم و تمام شده رفته. اما این گروهی که این شیکاگو رو اداره میکنن سر خوش ندارن، گفتن حالا بذار ببینیم چی میشه، شما پیشنهاد. گفتن نه، من میرم و در شهر سان دیگو این سمینار رو برقرار میکنیم و ایشون هم دعوت میکنیم. تو هواپیما که میومدم کتاب آقای دکتر میلانی را راجع به هویدا، معمای هویدا را خوندم. هم از یک طرف خیلی خوشحال شدم، هم از یک طرف خیلی ناراحت که چرا کتاب‌های تاریخی ما فقط روایت سند نداره. برگشتم آمدم و زنگ زدم یک روزی از آقای حسین مخری، شمارش رو گرفتم و زنگ زدم گفتم که آقای دکتر میلانی، من از اهالی محترم آذربایجان شرقی هستم و کتاب شما را دیدم و ما رفتیم یه سالن را گرفتیم برای 2 سال، هر سال برای 100,000 دلار تعهد کردیم، قراردادش هم امضا کردم، آیا حاضرید مسئولیت راهنمایی و انتخاب سخنرانان این سمینار را به عهده بگیرید یا نه؟ اولش خیلی عذر و بهانه آوردن، کتاب دارم می نویسم فلان می کنم. گفتم آقای میلان، چه با شما و چه بی شما
ما این سمینار رو برگزار خواهیم کرد. گفت پس به من ها اولش پیشنهاد کرد که شما برید قرارداد فسخ بکنید، پول بیانتون رو پس بگیرید. گفتم هیچ کدوم از اینا نمیشه، چون من یاد گرفته بودم میگه این سلطان محمد فاتح وقتی اومد استانبول بگیره از کشتی ها که پیاده شد دستور داد کشتی ها را سوزوندن. آره راه برگشت نداشته باشه. به سربازا گفت که فرزندانم راه برگشت وجود نداره، یا شما استانبول رو میگیرید یا استانبول شما را میگیره. که با عده کمی رفتن و استانبول رو گرفتن. گفتم آقای دکتر راه برگشتی نذاشتی. گفت به من مهلت بده. بعد از دو سه روز زنگ زدن گفتن که آقا من هستم، منتها گفتن که باید این سمینارهای علمی باشه. گفتن 100%، هر چه که شما بگید رهبر ارکستر شمایید. سخنران 20 تا سخنران انتخاب کردن و از جمله آقای فرنگ الاکویی را. ما اولین سمینار رو تشکیل دادیم. ایشون ضوابطی را گذاشته بودن عبارت از اینه: یک، از بکار بردن عناوین سخنرانان خودداری کنید. همین چیزی که امروز شما گفتید. اسم ایشان عباس میلانی، اما قبل از اینکه پشت میکروفون بره میگیم که آقای عباس میلانی تحصیلاتش رو در فلان جا در فلان دانشگاه از اونجا دکترا گرفته و یه مقدار از نوشتجاتشون. دوم میگفتن که زمان مساوی به سخنرانان داده بشه و بقیه کارهایی که ما باید رعایت بکنیم ما هم کردیم. 5 سال قرار بودیم بشیم. ایشون اولین سمینار و دومین سمینار و پنجمی آوردن. گفتن آقای فیروزی من قرار دادم لفظی، قولم به شما تا 5 سال بود. ما تبریزی هستیم، اهل دبه هستیم، اعضای بنیاد فرهنگ مهرگان رو برداشتیم رفتیم اورنج کانتی خونه برادرشون، هم نهارشون رو خوردیم و هم همه اعضا گفتن که آقای میلانی بی شما نمیشود. این آقا 2 سال دیگه هم اومد. البته این دبه نمیشه، این میشه چونه زدن. چونه زدن نه دبه میشه، دبه چون برای 5 سال بود. بله. الان عوض میخواییم بکنیم 5 را به 7. خلاصه ایشون اون وقت گفتن که شما نمیدونید با این اصراراتون که منم به شما و مهرگان نمیتونم نبگم باعث میشید چاپ 1 کتاب عقب بیفته. منم تو دلم گفتم آخه بابا 1 کتاب چاپ کردن که این همه مسئله نداره، شما کتابهای قبلی هم چاپ کردید اینا. و تصادفاً زمانی که مشغول نوشتن این کتاب بود یک کتاب دیگری شرحال 150 نفر از ایرانی های مطرح خانم گوگوش اونجا هست اینو نوشتن. بعد یه تشبه بردن در سندیگو راجع به اینا صحبت کردن. حتی نواری هست که اگه خواستید من براتون میفرستم. یکی از زیبا من میگم آدم خیلی خوش اخلاقی و بگو بخند و نیست، اسمش عباسه دیگه، عبوسه یه مقدار. اما این آدم کارکترهایی داره. اولش که محققه، اول این که خودشو هیچ وقت من میگویم من گفتم من نوشتم همانطور که در نوارهایم هست نیست. به گمانم، به تصورم، باور میکنم، اینجوری یادم میآید، با قاطعیت حرف نمیزنم، نه با شک و تردید، با تواضع و انسانیت. من از این نظر عاشق این بابا. میگم الان 3-4 ساله تماسم نمیگیریم چون میدونم اگه تلفنم بزنم برای اینکه گیر نیفته شاید اصلا جوابم ندهد. اما وقتی این کتابو دیدم گفتم آقای حسن فیروزی تو که این همه به دکتر میلانی زنگ زدی، حتی خونه من یه بار نیم. بله. من خونه من یه خورده بزرگه، خانم منم خیلی مهربانه. اینه که ما اغلب سخنرانانی که میان به علتهای دعوت میکنیم خونم بمونم. این چای ما رو هم نخورد. امروز براتون چای درست کردم. بله شما هم که یه دونه چای دادید دوتا عکس گرفتید، اینو تو وبسایتتون هم بذارید.
امروز هم که ندادی وقتی این کتابو گرفتم و خوندم گفتم من در یه جایی نه اینکه زنگ بزنم آقای میلانی دست شما درد نکنه، گفتم به عنوان یک ایرانی، یک کسی که با خلق و خوی و نحوه کار عباس میلانی آشنایی داره، بهت بگم آقا خیلی ممنون دکتر میلانی، عباس میلانی دستت درد نکنه، شیر مادرت خیلی حلال بشه، کتابی نوشتی که مطلقا جهت جنبه نداره، حقایق را نوشتی و قضاوت نکردی. برای نوشتن این کتاب بیش از 35,000 سند خونده، با صدها نفر مصاحبه کرده. حتی شنیدم آقای اردشیر زاهدی مدارک و اسناد رو برای ایشون فرستاده با اون دانشگاه هدیه کرد. آقای اردشیر زاهدی که یه وقت فکر میکرد این آدم به اصطلاح با اینا دوست نیست، مخالف ایناست، ولی کتابو وقتی شما میخونید لذت میبرید. من عکس کتابو نشون دادم، شما میتونید خودشو نشون بدید. نگاهی به شاه. اتفاقا آقای مینویی هفته پیش داشت صحبت میکرد، ایشون شکایت میکرد که این به اصطلاح اسم کتاب نگاهی به شاه یه مقداری بی احترامیه. من ببینید ابدا نیست، این اولا تاج شاهه، این عکسش، اینم یکی از دوستانشون کاریکاتور اینو کشیدن طراحی کرده. اما میلانی میگه این اولین کتاب نیست، آخری که 100% نیست، زیرا هر روز که دولت‌های انگلیس و روس و امریکا اسناد محرمانه‌شون 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، 100 ساله میشه، چیزهایی رو آزاد میکنه، پابلیک میکنه. من اینی که من از خوندن این کتاب خیلی استفاده کردم و از بی‌طرفی، بی‌نظری، دقت و پرهیزکاری از جانبداری عباس میلانی آنچنان در شگفتم که میگم خدایا کاش مملکت ما از این نوع افراد زیاد داشته باشه. من میدونم یکی ده عباس میلانی دوست ندارن، یکی ده هنوز برایشون همون ببین همه ما سابقه جنایی نیست ها، سابقه دزدی نیست، سابقه باورهای ذهنی اکادمیکه. ایشون خودشون اینجا می نویسن در اون تاریخ، در اون سالها من طرفدار ما بودم. من الان میگم من طرفدار بهاءالله هم، این سابقه نیست، این آگاهی دادن به شما و از صدق طرفه که میگه که در مورد من اطلاع داشته باشه. و وقتی این کتابو می خونیم شما هم لطفا این کتاب را، و چقدر قیمتش ارزونه، فکر میکنم 20 یا 25 دلاره، از کتاب فروشی در لس آنجلس و آمازون میتونید بگیرید، حتی به صورت این چیزم هست اگه کسی بخواد ارزون تر. و کار خوبی که ایشون میکنه برای اونایی که تو ایران هستن مجانی، بله، میتونن دانلود کتاب نگاه به شاه از کتابناک .com. خب اینه که من دلم میخواد که این آخرین برنامه ما هست در این مدت که من در شهر شما هستم و عشقمو به تمام هموطنانم، چه مسلمان چه بهایی، چه به تمام انسانها، ما هم اتاقهای این جهان هستی هست، مثل یه هتلی که رفتیم بعد از یه مدتی ما را زیر خاک میگذارن، ولی قبل از اینکه زیر خاک بریم حداقل همدیگر را به حد زائد الوصف دوست داشته باشیم. اون روز در سندیگو یه آقا و خانمی میخواستن که ازدواج بکنن و دلشون میخواست که در این ازدواج چه مطالب بشه. آقا عبدالبها در حیفا بود. حالا یه وقت من باید به شما بگم که اصلا چرا مرکز بهائیت حیفا شده. برای اینکه خودشون نرفتن، به زور بردن، تبعید کردن، اونجا زندانی بودن. یه آقای اون موقع هم اسرائیل نبود. اسرائیل 60 سالی به دنیا اومده، به رسمیت پیدا کرده. یه آقای میره و به عبدالبها میگه حیفا اون موقع مال عثمانی‌ها بوده. بله، تبعیدگاه کشور عثمانی بود. عکا
مکه و حیفا، بله، خرابترین بد آب هوا ترین بوده، بندر عباس و جیرفت ایران بوده، در حیفا پشه های مارالیایی بوده که انسان را زیدن حتما مارالیا میگرفتن. خب عبدالبها در حیفا یه امریکایی پسر جوانی میره اونجا، از زمین و زمان میپرسه و اینا، بعد میگه آقا بر من میخوام برم امریکا و ازدواج کنم، چکار کنم؟ عبدالبها بهش نصیحت هایی میکنه که ما بعدا اسمشو گذاشتیم فرمول بهایی یا نظر عبدالبها راجع به انتخاب همسر. عبدالبها به این میگه وقتی به امریکا رسیدی باید همسری انتخاب کنی که شایسته کمال باشد. اولین دستور اینه، راهنمایی اینه، اولین پند اینه، همسری را انتخاب کنی که شایسته کمال باشد، به تمام مراحل زندگی تو علاقمند باشد، مهربان باشد، مهمان دوست باشد، قلبی رعوف و مهربان داشته باشد. دکتر باشه، مهندس باشه، پروفسور باشه، پولدار باشه، فقیر باشه، در اینجا نیست، عاشق کمالات باشه. انسانی که طالب کمال باشه ترقی میکنه، انسان را دوست داره. میگه همچه دختری را پیدا کردی، پس آنگاه خود را فدای سعادت او کنی و با عشقی زائد الوصف او را دوست بداری، و وقتی ازدواج کردی خانه شما درش برای همگان باز باشه، انسان را دوست داشته باشی و و و و چینه چلا. اینی که قربونتون برم، من متاسفم در جامعه امروز چه میان بهایی ها چه میان غیر بهایی ها اینا این فرمول به کار گرفته نمیشه. نتیجهش هزاران دلار خرج میکنن. بله، ازدواج ها به اصلا این که عروسیتون کجا بگیرید، میزتون چجوری باشه نیستا. و در بهاییت ازدواج لازمش رضایت ابوین و طرفینه. خب اینو یکی آقا من میخوام زن بگیرم به پدرم چه مربوطه؟ ولی با الله میگه نه، به پدرت مربوطه، به مادرت هم مربوطه، ولی تا وقتی ازدواج کردید. و در بهایت ازدواج امریست تشویق شده ولی اجباری نیست، یعنی حتما باید زن بگیرید شوهر بکنید نیست، اما تشویق شده که داشته باشید. و ازدواج جنبه به اصطلاح شخصی داره، ولی وقتی خواستید از هم جدا بشید با تشکیلات بهایی اوکی بده که شما نمیتونید با هم بسازید، باید برید مراجعه بکنید، دلائلتونو بگید. اون قسمت رو مثل مشاوره خانوادگی انجام میدن؟ نه خیر، اون اصلا اگر گفتند نه شما هیچ دلیلی برای جدایی ندارید، بهانه میارید اینا، نمیتونن از هم جدا بشن. تازه وقتی هم که جدا شدن یک سال باید تربص بذارن، یعنی سپریشن که در این مراحل برن مشاورین ببینن بلکه دوباره به هم برگردن. اینه نمیدونم قانون آمریکا مثل میگه. در هر صورت جناب صبحی، من قبلا شما رو نیده بودم، با هم صحبت کرده بودیم، الان دست دادیم، چایتونم خوردم، امروز هم خواهم خورد، ولی دلم میخواد اگر دوستای شما بیداره تعارف سوالاتی دارن که من با این نحوه گفتنم میتونم بهشون کمک بکنم، یا این نحوه نطق و بیان من به دلشون مینشینه، حتی یک نفرم باشه، من حاضرم از شهر سندیگو با شما تماس بگیریم که از راه دور بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. ممنونم. من شما تلفن شما رو گذاشتم، دیروز قرار بود من با آقای پرویز مینویی صحبت کنم،
در رابطه با اون دوستی که فکر کنم زرتشتی هستن و هتل دارن و وضع خوبی دارن در تگزاس و اینها، متاسفانه خود آقای پرویز مینویی نتونستن سر موقع برسن چون ایشون کار میکنه، بله، با وجودی سن بالایی داره اینا، زنگ زده بودن عین برنامه من صدای زنگشون هست، پیام گذاشته بودن که امروز نمیتونم بیام. من امروز با ایشون تماس میگیرم، در اون مورد صحبت میکنم و با هم امیدوارم که بتونیم، حتی دوستان اگر مایل هستن که حمایت کنن تا برنامه های آقای حسن فیروزی، از این روزا امکانات خوبه و به خاطر اینکه که امکانات خوبه مخارج برنامه داشتن خیلی پایین اومده، ولی یک کمدیانی بود اینجا چند سال پیش فوت شد، آقای جورج کارلی، میگفت که من از شما پول نمیگیرم که بیام براتون برنامه بذارم، ولی خرج هواپیما، خرج رفتن به فرودگاه رو به من بدید. البته به این اونم خودش یه شوخی بود. من بارها گفتم تلویزیون مردم مثل یک ماشینه، من مثل یک راننده هستم، راننده خوبی هم هستم، سالها رانندگی کردم، یه دونه تیکت هم ندارم. این بیمه ما آقای مو پارسه خیلی از دست من ناراحته چون چیمون پایینه به اصطلاح مبلغی که میدیم برای بیمه. بعد میگم این ماشین مجانی، راننده مجانی، شما زمستون که سرده به من زنگ بزنید، ماشین گرم میام در خونه سوارتون میکنم، به مقصد میرسونم بهتون. ولی ای با انصافا، ای بی انصافا، اقلا بنزین این ماشین رو بدید که من شما را که پیاده کردم تو راه نمونم، برگردم باز منزلم. حالا اگه انصاف داشتید توی راه کافی برای من بخرید، چای بخرید، چلو کباب بخرید، دیگه ممنون میشم. در اصل تماس بگیرید و دوستان شماره تلفنی رو که اینجا میبینید، شماره تلفن مستقیم و تلفن دستی خود آقای فیروزی است، 858-342-99-91. و هر وقت که زنگ زدم من به ایشون، چنان با انرژی با روی خوش صحبت کردن که من ازشون سوال کردم آقا این انرژی رو شما از کجا میارید؟ یه روزی هم راجع به اون دارویی که برای منم فرستادی، دارو هم نیست، یه چیز طبیعیه، اونم اگه وقت کردیم صحبت میکنیم، که ایشون توضیح داد من یه مدت خودم دست درد و پا درد و همه چی داشتم، ولی اونو استفاده کردم و الان خوب خوب هستم. دوستان میتونن برای اون دارو به شما تماس بگیرن؟ هنوزم تولید میکنید یا نه؟ من اینو وقتی گرفتم وقف کردم به تلویزیون آپادانا، یادمه، حتی خانم من نمیدونه که فرمولش چگونه است، ولی بعدن تلویزیون آپادانا متاسفانه به همین مشکلاتی که مردم پول بنزینش هم حاضر نبودن بدن، الان فعلا موقتا تعطیله و من فکر میکنم با آقای دلدار صحبت بکنم و اگه موافقت کردن اونو برگردانیم به تلویزیون شما و من درست میکنم میفرستم اینجا. چیز خاصی نیست اما تأثیری داره. جناب صبح من در اون تلویزیون هم گفتم اگه لازم شد اینجا هم خواهم گفت، من 5-6 سال پیش که عضلاتم درد میگرفت و خانمم با آمبولانس منو برد به بیمارستان، دکتر به من گفت که فقط باید مسکن، چاره شما مسکن، ولی این دواها، ببینید خیلی ساده است، شیر آبی که تو آشپزخونه هست دورش نگاه کنید یه رسوبایی میگیره، پاک کردن این رسوبا باعث میشه اونجا تمیز بشه. ما دستهامون این مفصل‌ها یه موادی جمع میشن که وقتی اون ادویه رو ادویه است میخوریم اینا خوب میشه. کلسیم دیگه. کلسیم بعد ببینید من الان ببین شما میتونید؟ نمیتونن. اونایی که مفصل درد دارن نمیتونن این کارو بکنن. و این کار انجام میده. هزینه‌ش هم زیاد نیست ولی بهانه است برای کمک به تلویزیونش. با آقای ستار دلدار صحبت کنید اگر تونستید، یا حتی خودتون اگر خواستید مستقیما با دوستان یکی زنگ بزنه برای جدی. هر جور که راحت بود. من تمامه، حالا میگم من الان 49 سال ازدواج کردم و این انرژی رو اول به آرامش و آسایش که خانمم فراهم میکنه در خانه برای من، من یکی از آدمایی هستم که الان میگم این فرمول عبدالبهار هم به کار بردم و هم قبل از اون از دعواهای پدرم با نامادریم خیلی بهرهای سودمندانه ای را در عالم کوچکی در مغز خود داشتم. من فقط یک شب شما بدم،
من پدرم که ازدواج کرده بود صبح که میخواست بره سر کار، این بیچاره نامادری من میرفت جلوی دربا میستد میگفت پول خرجی. پدرم هم که اون روز که اخلاق خوبی نداشت میگفت هنوز سکه نزدم و بدون دادن پول از خونه خارج میشد. من اون وقت 12-13 سالم بود، هی فکر میکردم که پس این زن بیچاره چی کار باید بکنه، از کجا نون و گوشت بخره. یه دفعه به پدرم گفتم، گفت نه پسرم تو نمیفهمی، من که شما را گرسنه نمیذارم، ولی این برای قدرت مردان است و من دیدم بسیار بدیه. من اولین روزی که با فردای روزی که با خانمم ازدواج کردم، دست کردم تو جیبم، هرچه پول داشته از عروسی مانده بود گذاشتم تو کفش، گفتم خانم مسئولیت امور مالی این خانه با شما. و اینم جوان 19 ساله بود، خیلی خوشحال شد. بعد از اون از اداره هر چکی می گرفتم پشتش امضا می کردم و می دادم به خانمم و می گفتم به من هفتگی بده. دوم این که پدرم به من یاد داد، گفت هرگز 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 با خانمت دعوا نکن. گفتم چرا؟ گفت اونا غالبن همیشه. گفتم چی بگم بابا؟ گفت خانمت هر چی گفت گفت چشم خانم چشم خانم. بعدن انجام ندادی یا نخواستی انجام بده دعوا میکنی بزن بزن. گفت آخ فراموش کردم. و من 49 سال این کارو بزن بزن خودت. بله بزن خودت و بگو آخ فراموش کردم. اینه که من از ایشان بارها تشکر کردم، الانم تشکر میکنم، نشستم و دعواشو خواهم کرد. دوم این که این زندگی ارزشه، این همه تلاش های مذبوحانه برای مشهور شدن، معروف شدن، منو بشناسن، پولدار شدن که اصلا نداره. اگر امورات میگذرد کافیست. خب اجازه بده من به دوستانی که گفتن باز هم آقای فیروزی بیان اینجا بگم که باور کنید ایشون 3 جلسه که اینجا بوده، هر 3 بارش فامیلاشون آمدن، 2 بار فامیلشون نشسته اینجا که برنامه تموم بشه برن برنامه‌ای که دارن با دوستان و فامیل اینها، یه بارم که لطف کردن ایشون رو اینجا پیاده کردن و رفتن بالاخره کارهای خودشون رو داشتن و اینها. و مشکل کسی که میره وکیشن بخوای این رو این دوستمون رو از فامیلشون قاب بزنیم بیام اینجا، ولی گفتم خدمتتون با این امکاناتی که هست، دیدید من با آقای یزدان خداوندلو از کلن آلمان صحبت میکنم، با آقای پرویز مینوی یه ساعت بعدش از هیستون تگزاس صحبت میکنم، این امکانات هست و امیدوارم که بتونیم با برنامه ریزی کردن و این ارتباطات رو همینجوری نگه داریم با کمک شما دوستان. ممنونم که با ما بودید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، حتما با خود ایشون در میون بذارید یا برای من ایمیل کنید، من براشون ارسال میکنم. شما اگه صحبتی دارید بفرمایید. بذارید یه چیز دیگه بگم، آقای فیروزی هر روز که میان برنامه بذارن میگن برنامه چقدر باشه، میگم 1 ساعت 90 دقیقه، الان نزدیک تقریبا به 2 ساعت رفته. ایشون میگه خب اگه 1 ساعت 90 دقیقه است یه بریکی بگیریم. من میگم باشه، هر وقت شما گفتید بریک میگیریم. ماشاءالله انقدر انرژی دارن و سخنور هستن، من فکر کنم اگه 4 ساعتم ما بریم ایشون خسته نمیشن. آفرین به شما، امیدوارم بینندگان رو هم خسته نکرده. نه فکر نمی کنم، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند و دوستان خیلی خوششون میاد. یادمه برنامه آقای ستار دلدارم اسمش بود گپی خودمونی و مردم صحبتای اینجوری رو بیشتر دوست دارن. من معمولا حتی شوخی میکنم میگم ما با کارچنگال صحبت نمیکنیم، ما همینجوری که تو مهمونی ها هم دیگر رو میبینیم صحبت میکنیم و امیدوارم که این برنامه رو بتونیم بیشتر انجام بدیم. تا شما دوستان هستید قدرتون رو بدونیم و ازتون استفاده کنیم، از دانشتون، از تجربیاتتون و با هم مهربون باشیم. ممنون و متشکرم. اگر آقای عباس میلانی رو دیدید سلام بهشون برسونید، من 2 بار از ایشون دعوت کردم، ایشون گفتن که چون برنامه با آقای مهری دارن. این یکی از خصوصیات. ببینید ایشون الان چندین ساله و در واقع کشف کننده عباس میلانی و آورندش به رادیو و تا به تلویزیون آقای حسین مهری. آقای مهری به گردن ما، من ایرانی، خیلی حق داره و حتی یه دفعه گفتم که اصلا بیشتره
سخنرانان سمینارها را از سخنرانانی که ایشون می آوردن گرفتیم و خودشون هم دوبار در سمینار ما سخنرانی کردند. انسان بسیار مطلع، متواضع و کاردان، و نوع برخوردشان با افرادی که مصاحبه میکنه اونا رو به گونه متحد میکنه که جای دیگه نرن. اینی که آقای دکتر میلانه من میدونم اگرم مورد خواهد بشه، مگر اینکه یه سمینار دیگری باشه، یه جای باشه، و یا شما برنامه ویژه داشته باشید، و یا اینکه شما سوالاتی را راجع به این کتاب، راجع به هویدا، راجع به اون مشاهیر ایرانی داشته باشید که برای شما ایمیل بکنی و ایشان از خونهشون جواب اینها را در جواب بینندگان و شنوندگان شما به صورت مستقیم یا از کانال شما. من ممنونم ازشون، خودشون برای من پاسخ نوشتن که به اصطلاح دلیلش اینه، و وقتی من اینو تو تلویزیون گفتم دوستانی که شما گفتید از ایشون خوششون نمیاد گفتن که بله، برای که این کمونیسته، آقای مهری هم کمونیست. من گفتم حالا کمونیست باشه کمونیست نباشه، اولا همین که ایشون پاسخ داده این نشون میده که به پرسش من احترام گذاشته، پاسخ داده. بعدم من به شما میگم شما امروز است، امشب من دعوت کردم شما شام مهمون ما باشید، شما گفتید خیلی ممنون، ولی ما از قبل مهمان جای دیگه است، همین برای ما کافیه. و یه حرف دیگه هم آقای فیروزی زدن، باز اینم خیلی قشنگ بود، گفتن که من نیومدم اینجا برای مهمونی و شام و نهار و اینا، البته دو سه بار راجع به چای صحبت کردم، و گفتن که هدف اینه که یه چند تا برنامه با هم داشته باشیم. خیلی خوشحالم که این برنامه انجام شد، امیدوارم ادامه داشته باشه، و ممنونم از اینکه با ما آمدید. ممنونم گفتم دوستان بهایی الان یه مقداری یا قهر کردن، یا حتی اگه شما میتونید ازشون سوال کنید که آیا مثلا این دستور بیت العدل یا دستور جای دیگه است که مثلا فکر چون من گفتم من به مردمم گفتم روزی که آقای معینی با من تماس گرفتن، یه بار درباره یه خانمی تماس گرفتن، خانم نیروفر از انگلستان، گفتن این بی احترامی میکنه. من موافقت کردم با ایشون، چون گفتم شما یا برنامه بذار بی احترامی نکن، که ایشون هم ناراحت شد، گفتم خب همین هم بی احترامی. ولی اون باری که من گفتن اگر کسی میخواد برنامه بذاره درباره بهایی ها صحبت کنه، نوار رو بدین به ما گوش کنیم، من گفتم این تفتیش عقاید و سانسوره و این کارو نمیکنم، و از این بابت به خودم افتخار میکنم. ممنونم که شما با من هم عقیده هستید در این قسمت. به دوستان بهایی سلام برسونید. آقای معینی من میشناسم، یعنی اومدن سان دیگو و لس آنجلس، سان دیگو نیومدن، لس آنجلس اومدن. حتی ایشون میخواستن که ما برایشون برای بهایی ها یک کنفرانسی درست کنیم، ترتیب بدیم. آقای میبودی هم در جریان بودن، یعنی سفارش دهنده آقای میبودی بود که گفت بنیاد فرهنگی مهرگان از امکانات زیادی برخورداره، ما یه هتلی را در لس آنجلس برای 3000 نفر رزرو کردیم، خوشبختانه من رزرو کردم و آقای معینی تعهد کرده بود که تمام مخارج و ضرر و زیان اون عهده‌دار بشه، و تنها سر یه مطلب به توافق نرسیدیم. این بود که من سخنرانان را ببینم اسمشون را گفتم ببخشید شما پس مثل من چیز کرد. دوم پرچم. من گفتم ایرانی هستم، خونه من پرچمه. آقا عبدالبها 100 سال پیش اومد امریکا، در جلسات که صحبت میکرد پرچم ایران میذاشت جلوش. بنده به عنوان یک ایرانی، من ایران نمیگم، میگم کشور مقدس ایران. بهایی ها خیلی ایران رو مقدس میدونن. بعد ایشون میگفتش که نه ما با پرچم کار نداریم. آقای میبودی گفتن آقا شما چه کاری با مهرگان دارید، این آیین‌نامه خودشه، بذارید مراسم خودشون رو تشریفات نه ایشون چون برنامه های ایران و تلویزیون ایران و کارت های تلفن ایران و اینها رو داره، باید یه مقداری یعنی در هر صورت به توافق نرسیدیم ولی میدونم که ایشون هم کار فرهنگی انجام میدن آمیخته با بیزینس، و روشن آرزوی موفقیت دارم. ولی من معتقدم هیچ کس حق سانسور کردن، مگر اینکه به موضوع جلسه مرتبط نباشه. ما میگیریم میگیم آقای ایکس شما که تشریف میارید در چه مورد صحبت خواهید کرد؟ اگر در مورد الماسه، لطفا فقط در مورد الماس صحبت.
دقیقاً من تو برنامه هم گفتم، حتی تو فیسبوک میگم بابا مثلا اگه امروز آقای فیروزی اینجاست اون پایین کامنت که می‌نویسید درباره این برنامه، درباره صحبت‌های ایشون می‌نویسید. بذارید این گفته رو با یک جوک کوچولو تموم کنم، چون شما گفتید سر یک کلمه صحبتمون نشد. میگن که طرف رفت ماشینی بخره یا معامله کنه، آمد گفت دوستش گفت چی شد، گفت معامله اون نشد، گفت برای چی، گفت سر دو کلمه، اون گفت پول، من گفتم ندارم. حالا این ماجرای سیار من از شما بسیار ممنونم، امیدوارم که این چند روز دیگه که اینجا هستید به قول آمریکایی‌ها اقامت خوبی داشته باشید، لذت ببرید، بی سیف بی هپی، و پروازتونم به سان فرانسیسکو زیبا، سان دیگو زیباتر از سان فرانسیسکو، سان فرانسیسکو سرده خوب باشه، و باز هم شما رو داشته باشیم. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. این برنامه رو به دوستانتون هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدار. بله، شما هم لطف کنید اون دکمه فینیش پایین رو فشار بدید. بله، مرسی دوستان.